السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه خواهران و برادران مسلمانم، موضوع را می خواهیم سرش صحبت کنم درباره دعا کردن است که بعضی از خواهران و برادران ما میگن ما همیشه دعا میکنیم، چرا دعای ما قبول نمی شود. بنان خواستم مختصرا در مورد دعا کردن یک کمی صحبت کنم. اولا دعا یگانه عبادتی است که نزد پروردگار رد نمی شود و خداوند جل جلاله او از دعای بندهش خوشنود می شود. شرایط دعا کننده باید به این عقیده باشد تنها و تنها ذاتی که دعای مرا قبول می کنه همانا ذات پروردگار است و تمام وسایل و اسباب به اراده و قدرت پروردگار کارساز است و همچنان دعا کننده باید نیت خود را تصحیح نماید و از صدق دل از حضور قلب دعا کند، چرا که دعایی که از دل غافل می شود پروردگار و دعا را قبول نمی کند و همچنان از خوردن حرام پرهیز نماید و از دعا کردن احساس خستگی نکند. یکی از علما شرایط دعا را 7 چیز گفتند که تضرع، خوف، امید، مداومت بر دعا و همچنان آمگردانیدن دعا و خوردن روزی حلال. نکته قابل تذکر اینجاست که دعا کننده، یک شخصی که دعا میکنه، باید در دعایش چیزهای حرام و چیزهای ناجایز نخواهد. دوم، دعا کننده باید دعایش بر قطع صله رحم نباشد. دعا کننده دعایش باید بر گناه و معاصی نباشد. دعا کننده باید دعایش به حقوق مسلمانان تجاوز نباشد، یعنی به حقوق مسلمانان تجاوز نکند در دعایش. دعا کننده باید ظلم و تعدی نکند و همچنان دعا کننده باید در دعایش عجله نکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید بر روی زمین مسلمانی نیست که دعای به دربار خداوند بکند مگر این که خداوند آن را بر وی می دهد یا مثل آن یک بدی را از وی دفع می کند و یا مادامی که به قطع صله رحم نباشد، یعنی در دعایش قطع صله رحم نباشد که بگوید خدایا مثلا کاکایمشان از ما جدا که یا پدرم از کاکایم جدا که یا برادرم از ما دور بساز، یا همش قطع صله رحم است، باید چنین دعا صورت نگیرد. و همچنان دعا مسیر انسان را تغییر می دهد. الله جل جلاله می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا اجابت کنم. پس مرا بخوانید تا اجابت کنم به این منظور که خداوند خودش گفته که شما دعا کنید و من دعا کنید و من خودم دعایتان را قبول میکنم. پس ما باید فقط دعای ما به پروردگار باشد، در دعای ما مرتکب حرام نشویم، یعنی بر روی پیر و بر روی امام و بر روی اشخاص یا کدام مرده را پیش کردن یا توسل کردن، این چیزا کلش حرام است. مستقیم باید از خود پروردگار بخواهیم و خداوند پاک خودش مستقیم دعای ما را اجابت میکنه. و همچنان در دعا کردن باید ناامید نشویم، چون که پروردگار ما میفرماید ان ربی لسمیع الدعا، هر آینه پروردگار ما شنونده دعاست. پس کسی که شنونده دعاست باید ناامید نشیم و دعا کنیم. و همچنان در نتیجه دعا از 3 امر خالی نیست، یا همان لحظه الله متعال دعای ما را اجابت می نماید، یا اینکه به تاخیر می اندازه و در طول عمر ما دعای ما امکان داره قبول شود، و یا اینکه یک بدی از ما دفع می شود، و سوم اینکه در روز رستاخیز دعای ما قبول می شود. یعنی دعا در دنیا به خیر ما نمی باشد، خداوند پاک دعا را بر ما ذخیره می کنه، یعنی دعای ما ضایع نمی شود و در روز رستاخیز به جای از دعا اجر و پاداش نصیب ما می شود. وقتی که ما اجر و پاداشی که از دعای ما در دنیا نصیب ما می شود در بهشت، باز در وقت دعا کننده میگه ای کاش که این دعای ما در دنیا قبول نمی شد تا به جای از او اجر و پاداش شد در دنیا نصیب می شدم. و همچنان بعضی از اشخاص عادت دارن وقتی که دعا میکنن میگن خدایا اگر خواستی مرا ببخش، خدایا اگر خواستی بالای من رحم کن. چنین دعا باید نکنید. وقتی که دعا میکنید میگه خدایا مرا ببخش، خداوند بدون شک میبخشه و خداوند بدون شک بالای ما رحم میکنه. خود ما باید دعا که میکنیم در دعا کردن انشالله هم نگوییم، یعنی خدایا انشالله اگر خواستی پروردگارا دعای من قبول کن، چرا که
ما بالای پروردگار زور نداریم که ما سر از شرط بگذاریم که خداوند اگر میخوای دعای ما قبول که اگر نمیخوای نکن. خیر، دعا باید به قاطعیت شود. یک شخصی که دعا میکنه به پروردگار باید یقین داشته باشه، به قاطعیت دعا کنه که این پروردگار ما ذاتی هست که دعای ما را میشنوه، دعای ما را قبول میکنه. پس تو ضرورت نداری که بگو انشالله دعای ما را قبول که، اگر میخوای قبول که، اگر نمیخوای قبول که، چنین دعا را هم نکنیم. دیگه پس باید ما شما وقتی که دعا میکنیم، در وقت دعا کردن اولا حمد و ثنای پروردگار را بگوییم، خداوند را به بزرگی یاد کنیم و همچنان درود به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام بفرستیم و بعد از او هر دعا، هر خواست، هر حاجتی که داریم او را از خود خداوند بخواییم و همچنان در آخر با درود بفرستیم به پیامبر ما. بدون شک، بدون شک پروردگار دعاهای ما را قبول میکنه. باید ناامید نشیم، دیگه خسته نشویم، عجله نکنیم و منتظر نباشیم که بگویم امی لحظه ما دعا کردم باید 5 دقیقه بعد یا 1 ساعت بعد دعای ما 100% قبول شود. نه خیر، شما انتظار بکشین، چرا که دعایتان رد نشده، دعایتان است، انشالله 100% قبول میشود و یقین کامل به قبولیت دعایتان داشته باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.